دوستان، تا جلسه گذشته اومدیم و این فرم رو با هم طراحی کردیم و یه جورایی کار دوباره جدید کردنش به صفحات مختلف و نمایش یه سری از حالا پیغام ها و پیام هایی که ممکنه بعد از ارسال این فرم باشون مواجه بشید رو قرار دادیم و همینطور گفتیم که اگر فرم به صورت صحیح ارسال شد چه پیامی نشون داده بشه، به کدوم صفحه ارجاع داده بشه. خب این شورتکات رو هم که تعریف کردیم، حالا وارد یک مرحله جدیدی میشیم. توی این مرحله باید بیایم و اون در واقع ایمیلی که ارسال کردیم به یوزرهامون برای ریسیت کردن رمز عبورشون و ببینیم که آیا اون لینک ولید هست یا ولید نیست، یا معتبر هست یا معتبر نیست. خب برای این کار من ابتدا به دو هوک نیاز دارم، هوک لاگین فرم ریسیت پس و هوک لاگین فرم RP. این دو تا هوک نیاز دارم، برای همین میام و توی کانستراکتور کلاس اصلی افزونم این دو مورد رو بهش هوک میندازم و تابع مورد علاقه هم یا مورد نیازم رو بهش وصل میکنم. خب در انتهای کانستراکتور میام و ادکشن میکنم چی که اینجا داشتم، مطابق کدوم نقطه؟ به این دو نقطه، یه دونه RP و دیگری به نقطه ریست پس. خب تابعی که میخوام به این دوتا قلاب کنم یک تابع مشترک هستش به اسم ریدایرکت تو کاستم پسورد ریست. خب حالا برم این تابع رو معرفی بکنم. برای معرفی این تابع باید بیام در انتهای کدی که نوشتم کدم رو قرار بدم. خب من کد این بخش رو قبلا نوشتم، سریع قرارش میدم و به توضیحش میپردازم. خب ابتدا اومدم بررسی کردم که درخواست ارسال به صورت گت باشه، اومدم این یوزر رو که یک متغیر یوزر رو تعریف کردم با استفاده از در واقع تابع چک پسورد ریسیت کی که الان من این تابع رو هم بهتون نشون میدم. دوتا ورودی بهش دادم، ورودی اول رو ورودی یکی از اون لینک به عنوان کی گرفتیم و ورودی دوم از اون لینک به عنوان لاگین گرفتیم. خب این یوزرنیم هستش و این کی. گفتیم که اگر یوزرنیم، اول گفتیم که اصلا اگر یوزر تعریف نشده و در دیوپی ایرور بود، چون این تابع دو حالت داره برگشتش، یه حالتش اینه که خب ولید هستش مقادیری که بهش برگردونده میشه و بهمون یه WP user رو برمیگردونه، و اگر ولید نباشه WP error رو برمیگردونه. خب گفتیم که اگر WP error بود بیا expire key بگو و در واقع به اینجا برگردون. خب member login در واقع اون صفحه هستش که ما میخوایم صفحه ورود ما باشه، پس من این رو تبدیلش میکنم به login و member login پایین رو هم به همین شکل میکنم login. این در واقع اون آدرس صفحه ورود هستش. خب میگیم که اگر این کی که گرفتی و این یوزرنیمی که گرفتی با هم تطابق نداشتش یا اینکه در واقع معتبر نبود، بیا به صفحه لاگین کاربر رو برگردون و مقدار لاگین رو برابر expired key قرار بده یا به invalid key براش در نظر بگیر. خب حالا ما احتیاج داریم به یک صفحه دیگه
این صفحه رو به عنوان member password reset اصلاحش رو قرده. ما نیاز داریم این صفحه رو ابتدا بسازیم. برای همین من ابتدا وارد حساب کاربریمون میشم. یک صفحه جدیدی میسازم. در واقع تو این صفحه میخوایم که کاربر بیاد و رمز جدیدش رو وارد بکنه. خب ما اینجا اصلاح این صفحه رو member password reset قرار دادیم. اسم این صفحه میذارم رمز عبور جدید و فعلا که آدم محتوایی براش در نظر نمیگیرم، فقط اسلاگش رو درست میکنم. اینجا یک کامینسو مینویسم که خالی نباشه. خب مجددت برمیگردم به این صفحه ابتدا. خب مجدد من بخوام این صفحه رو توضیح بدم، ابتدا بررسی کردیم که در موقع ریکوست متوده نمایش این صفحه به صورت get باشه. اگر به صورت get باشه برو داخل این if و با تابع check password reset key توی اون لینکی که برای کاربر فرستادیم بیا مقدار key و لاگینش رو بررسی بکن. اگر wp error بود، اگر این مقدار valid باشه این تابع مقدار wp user رو برمیگردونه، و اگر valid نباشه wp error رو برمیگردونه. خب گفتیم که اگر ولید نبود و WP ارور بود برو داخل این. اگر نوع ارور این تابع که برگردونده شد اگر از نوع expired key بود به صفحه لاگین برو و مقدار لاگین رو برابر expired key در نظر بگیر توی اسلاگ اون صفحه، و اگر به صورت WP و اگر اینگونه نبود برو ریدایرکت کن به صفحه لاگین و مقدار لاگین رو invalid key در نظر بگیر. خب چیز خاصی هم نداره و در آخر گفتیم که exit کن از برنامه خارج شو اگر WP error بود. اومدیم یه صفحه جدیدی ساختیم تحت عنوان member password reset. برای این صفحه میخوایم که کاربر بیاد و توش پسورد جدیدش رو قرار بده. دو تا آرگومان هم میفرستیم، یکی لاگین و یکی کی، که در واقع این در صورتی هستش که این مقدار کی و این مقدار لاگین مقدارهای ولیدی باشه. و در نهایت گفتیم که برو ریدایرکت صفحه رو ریدایرکت کن، در متغیر ریدایرکت این صفحه رو ریدایرکت کن. خب آدرسی که برمیگردونه واسه این ما در نهایت یا همچین آدرسی اگر مقدار کی و مقدار لاگین معتبر باشه یا همچین چیزی رو برمیگردونه domain.com member password reset علامت سوال لاگین مساوی حالا یه مقداری مقدارش رو مثلا من به صورت ستاره میذارم و کی مساوی با یه مقدارهایی، یه همچین چیزی رو در واقع برمیگردونه. خب حالا کاری که لازمه که ما انجام بدیم اینه که یه همچین فرمی هم حالا ایجاد بکنیم. برای اینکه همچین فرمی هم ایجاد بکنیم نیازه که یک شورت کد جدید هم ایجاد بکنیم. خب برمیگردم به کد های توی کانستراکتورم و در انتها خب من یه دونه از این کپی میگیرم و به جای custom last password می‌نویسم custom password reset فرم لاستش رو هم برمیدارم. این میشه در واقع شورت کدی که برای نمایش فرم برای رمز جدید به کار میره. خب تابعی هم که میخوام رو مینویسم مثلا render password reset form. ابتدا من این شورت کد رو برمیدارم و دوباره بعد
لاگین رو انجام بدم. بیام تو برگه ها، برگه هایی که ایجاد کردم، رمز عبور جدید ویرایش رو میزنم. راجع کامیشنی که اینجا قبلا تایپ کرده بودم، شورت کدم رو قرار میدم. خب حالا باید برم واسه این شورت کدم تابعی که نوشتم رو معرفی بکنم. همین رو اینجا یک کپی میگیرم، فانکشن. خب وقتی که کارم سریع تر انجام بشه، من میام از کد هایی که به ریست پسورد نوشته بودم یک کپی میگیرم، دقیقا همین موارد یک کپی میگیرم از این و اینجا پیست میکنم و این کد ها رو تغییر میدم. خب مطابق همیشه میگیم که اگر کاربر قبلا وارد حساب کاربری شده بود، بهش پیغامی بده بگه که شما قبلا وارد حساب کاربریتون شدید. و اما در غیر این صورت، بیاد این رو اینجوری بنویسیم، این بار بگیم در غیر این صورت حالا داخلش میتونیم یک ایفی بنویسیم، بگیم که اگر ایز ست شده بود. چیه ایز ست شده بود؟ request مقدار لاگین و همینطور مقدار کی. اگر ست شده بودن این دو مقدار، خب بیا چیکار بکن برامون؟ یه دو تا اتریبیوت بساز برامون، دقیقا مشابه چیزی که ما اینجا داشتیم. بگیم یه اتریبیوت بساز برامون و مقدارش رو چی بذار؟ برای اتریبیوت لاگین بیا این مقدار رو قرار بده، برای مقدار کی هم بیا این مقدار رو قرار بده. خب ما دو تا اتریبیوت ساختیم و حالا میتونیم ارورهایی که میخوایم رو هم همینجا بگیریم دیگه، لازم نیست که خارج از ایف کار بکنیم. اگر اشتباه نکنم دیگه خب به ریدایرکت تو که کاری نداریم، قاعدتا که جای قرار نیست ریدایرکت بشیم. از این من یه کپی میگیرم تا انتها و این رو این پایین میگیرم. خب دقیقا مثل قبل گفتیم که یک متغیری به نام ارور بساز، اون به صورت آرایه‌ای، و اگر توی ریکوست ارور داشتیم بیا اینا رو اکسپلود کن، تبدیلش کن به یک آرایه و به ازای هر کدوم از این ارورها برو از تابع get error message بیا و ارورش رو توی متغیر ارور ذخیره کن. خب این شد از این. قاعدتا با این هم دیگه ما کاری نخواهیم داشت و میگیم که خب ریترن کن یه تمپلیت، میگیم یه فرم جدیدی هم برامون فراخونی بکن، اسمش رو بذاریم پسورد ریسیت فور. و حالا باید بریم و این فرم رو در واقع بسازیم توی پوشه تمپلیت. نیو فایل، خب ما توی این فرم نیاز داریم که ابتدا توی این فرم در واقع دو تا ما اینپوت نیاز داریم و جفتش هم باید نامش پسورد باشه، نیمشون پس یک و پس دو باید بشه.
و یک فرمی باید بسازیم که اکشنش، یعنی اون صفحه که میخوایم ارسال بشه هم برابر باشه با صفحه wp-login.php، علامت سوال، اکشنش رو ریست پس باید بذاریم. این اکشنی هستش که واسه صفحه‌ای که ریست میکنه پسورد رو استفاده میشه. خب ما تو این کد رو قبلا نوشیم، همینطور باید دو تا هم اینپوت داشته باشیم که مقدار کی و مقدار لاگین رو برگردونه. ما چون قبلا این کد رو نوشتیم دیگه، من نمیام این رو بنویسم، مستقیم میام الان اینجا قرار میدم. خود ما به این صورت هستش، دو تا اینپوت هیدن داریم که اون رو از اتریبیوت لاگین و اتریبیوت کی میگیریم، ارورها رو اینجا نمایش میدیم و دو تا اینپوت پس یک و پس دو، و در نهایت یک دکمه برای ارسال. اینجا اومدیم حالا یک کار اضافه قرار دادیم و با توجه به wp-get-password-hint اومدیم و یه آموزشی هم دادیم که چه پسوردی بهتره که برای این صفحه در نظر گرفته بشه. خب من این صفحه رو سیو میکنم دیگه، با این صفحه هم کاری نداریم. تقریبا میشه گفتش که کار این صفحه هم تکمیل شده. حالا تنها کاری که باید بکنیم اینه که عملیات تغییرات رمز رو هم به صورت دستی پیاده سازی بکنیم. خب برگردم به فایل اصلی افزونه خودم، initoutchem-login-curse.php. در انتهای کدها این فضای اضافه رو پاک میکنم که یکم مرتب بشه. دوباره ما باید به دو نقطه بیاییم و هوش بندازیم. خب من باید دقیقا بیام همین رو کپی بکنم و اینجا قرار میدم. فقط نام تابعی که بخوام باش کار بکنم و عوض میکنم، میذارم دو پسورد ریست. خب تابع دو پسورد ریست رو میخواییم با هم بنویسیم. میام در انتهای کود هم و این تابع رو معرفی میکنم. تابع رو از نوع پابلیک قرارش میدم و شروع میکنم به کود نویسیش. خب ابتدا کماف سابه و مشابه کارهایی که از اول این دوره با هم انجام دادیم، میام دقیقا همین کود رو قرار میدیم، با این تفاوت که میگیم که اگر شیوه ارسال از نوع پست بوده باشه، یعنی ریکوست متد این صفحه برابر پست بود، بیا داخل این. خب یه اگه یادتون باشه ما یه دونه تو قسمت قبل اومدیم و مقدار کی رو به صورت هیدن ارسال کرد، مقدار کی RP کی و RP لاگین رو اومدیم به صورت هیدن ارسال کردیم. خب اینجا باید دوباره بگیریمشون و بررسی رو انجام بدیم. برای همین من میام یک متغیری تعریف میکنم تحت عنوان RP کی مساویه با ریکوست و یه دونه در واقع RP لاگین داشتیم، به این رو هم تو متغیری به نام RP لاگین قرارش میدم. خب مجددا من میام اینجا یه کار امنیتی انجام میدم. این بار میگم که یوزر رو برابر چک پسورد ریست کی قرار بده. دو تا متغیر میگه، متغیر اول مقدار کی و متغیر دوم مقدار لاگین. میام بررسی میکنم که تغییراتی توی این ایجاد نکرده باشن و مجدد این رو بررسی کنه تابع من. خب میام میگم که if مجددن اگر این مقدار یوزر is wp error بود، بیا چی کار بکن، بیا wp redirect کن
به کجا. دقیقا میخوام کدی که همون بالا نوشتیم روی کار دیگه بنویسم، چیز خاصی نداره. یه بار دیگه اومدم بعد از اینکه مجدد پسورد رو یوزر میاد عوض میکنه این قضیه رو چک بکنم که یه موقع زرنگی نکرده باشه کسی و اینپوت های هیدن رو تغییر داده باشه. خب اینجا باید در واقع آدرس اون صفحه رو قرار بدیم که صفحه لاگین ماست. علامت سوال لاگین مساویه با اکسپایر لینک. اکسپایر کی؟ خب تقریبا یه همچین چیزی نوشته بودیم. حالا با یک جزئیات بیشتر اومدیم گفتیم که اگر ارورش هم از اون اکسپایر کی بود بیا این رو برگرد. حالا من دقیقا میخواد همین رو کپی میکنم اینجا که دقیقا مشابه کاری باشه که انجام دادیم، ولی خب خیلی چیز مهمی نیستش. توی اون نوع پیغامی هستش که قرار به کاربر برگردونید و بگید که چه اروری داره. خب چون این ارور قاعدتا خیلی اروری نیستش که به درد اون کاربره بخوره، یا طرف واقعا روی لینک واقعی داره کلیک میکنه، یا خب یه آدمی هستش که میخواد خرابکاری انجام بده. مثلا خیلی میگم مهم نیستش حالا، ولی ما سعی میکنیم کارمون رو درست انجام بدیم. حالا بهتر بیم بگیم که if reset. خب حالا بیم پسورد اول و پسورد دوم رو اعتبار سنجی رو کنیم، بگیم پس یک. اول بیم بگیم که اگر اصلا پس یک وارد شده بود، خب بیا در نظر بگیر ببین که اصلا پس یک و دو با هم برابر هستش یا نه. این اولین اعتبار سنجی هستش که باید انجام بدیم. در این حالت در واقع چی داریم ما؟ پس یک is not match پس دو، یعنی پس یک و دو با هم برابر نیست در این حالت. خب بیایم حالت بعدی رو بررسی بکنیم، بگیم که if پس یک مثلا خالی بود، طرف وارد نکرد و پس یک رو، خب این یعنی چی؟ یعنی که اینجا پس یک is empty. و حالت بعدی که باید اعتبار سنجی بکنیم اینه که پس دو هم وارد نشده باشه. حالا میتونید این کار انجام بدید، نخواستید این کار انجام نمیدید، برای این کافیه که کپی از این بگیرم بیام بگیم که آقا پس دو خالی نباشه. خب این دوتا اعتبار سنجی بود که ما خوب بود که برای این انجام بدیم. این رو هم درست میکنم برد. خب حالا باید بهش بگیم که حالا چی کار بکنم. توی حالت اول میگیم که یک ریدایرکت یو آر ال تعریف کنیم براش که برابر باشه با هوم یو آر ال و صفحه در واقع ریست پس، صفحه ریست پس همون چی بود؟ آدرس جنبت صفحه ساختیم فراموش کردم من. last password بود. در واقع صفحه last password پیش بگیم که عنوان این قرارش بده. مجددا بگیم redirect url رو
و در نهایت میخوام بگم که یک اروری رو هم برگردون تحت عنوان پسورد ریست میسمچ. از اون استرینگ هم باید باشه. خب این سه خط کدی که حالا ما نوشتیم رو من اگر بخوام توصیف بکنم براتون میشه domain.com/lastpassword/alamat sual key=yemeqdari va login=yemeqdari va error=password reset mismatch. خب کاری که ما الان انجام باید بدیم این هستش که بریم و password reset mismatch رو برای تابع error get message تعریف بکنیم، بگیم که اگر همچین حالتی پیش اومد تو بیا چه اروری به ما برگردونی. مقادیر وارد شده برای کلمه عبور با یکسان نیست. خب بیا این ارور رو برگردیم، دوباره مجددا برمیگردیم به کد هامون. خب این یه حالت بود. حالت دوم ما بگیم که من از همین یه کپی بگیرم، یکی خیلی طول میکشه نوشتن اینا. خب مجددا بهش میخوایم بگیم که بره و به صفحه لاست پسورد بره، اد کوئری بکنه همین کی رو، همین لاگین رو، ولی اروری که برمیگردونه یه ارور متفاوت باشه. ارورش چی باشه؟ باشه پسورد ریست، پسورد ریست امپتی. همین رو من میتونم برای پسورد دو هم بنویسم و اینجا بگم پسورد ریست 1 امتی، اینجا پسورد ریست 2 امتی. یا میتونم فقط واسه پایینی عدد بذارم، حالا فرقی نداره دیگه، سلیقه‌ایه. برمیگردم اونجا توی تابع get error message، یک اگر این حالت بود مقدار بگیم که تکرار کلمه عبور نمی تواند خالی باشد. به حالت اولش هم میتونم تعریف کنم که لطفا کلمه عبور رو پر کنید، لطفا مقداری برای کلمه عبور در نظر بگیرید. حالا شما هر متنی که دوست داشتید رو اینجا میتونید بنویسید، خیلی مهم نیست، بنا به سلیقه خودتون میتونید راحت شخصی سازی بکنید. خب برگردم به کد هامون. خب در انتها، در انتها یعنی هر سه حالت، باید بیام بگم که چیکار کن؟ WP redirect کن به کجا؟ به redirect URL و در نهایت exit کن. اما اگر هیچ کدوم از این سه حالت اتفاق نیفتاد یعنی چی؟ یعنی مقدارهایی که برای پارامتر اول و پارامتر دوم پسورد باید وارد میکردن مقدارهای درستی بود،
حالا تو باید بیای چیکار کنی؟ واقعا پسورد رو دیگه عوض بکنی. پس میگیم که ریست، از تابل ریست پسورد استفاده میکنیم و میگیم که چیکار بکن. اول بیاریم ببینیم این اصلا ریست پسورد چیکار میکنه، چی میگیره. ریست پسورد وردپرس، تاب ریست پسورد میاد، مقدار اول مقدار یوزر رو میگیره، مقدار دوم پسورد جدید رو میگیره. هر دو مقدار هم الزامی است، در واقع اون WP یوزر رو میگیره. اینجا ما WP یوزر رو اومدیم و چیکار کردیم؟ توی یوزر ذخیره کردیم. اگه یادتون باشه در ابتدای این تابه اینجا گفتیم که وقتی که چک میکنی، این چک کردن دو حالت داره برگردوندنش، یا WP error برمیگردونه یا WP user رو برمیگردونه. همین user رو برمیداریم و اینجا ازش استفاده میکنیم، WP user، و مقداری که برای رمز ازش استفاده میکنیم پس یک هست و در آخر هم که میگیم یه WP redirect کن. به کجا؟ به صفحه لاگین مثلا گزینه خوبی هوم یو آر ال و صفحه لاگین. سیو هم میکنم. خب حالا دیگه کار ما تمومه، تقریبا میشه گفتش که دیگه مشکلی از این بابت نداریم. میتونیم حالا به روش هایی که گفته شد پیغام های مختلفی هم بفرستیم به این صفحه لاگین، بگیم که اگر موفقیت آمیز بود، مثلا با تابع add query arg واسش تعریف بکنیم مشابه این چیزی که این بالا تعریف کردیم و بریم توی تابع لاگین اون رو دریافت بکنیم و بگیم که رمز عبور شما با موفقیت عوض شد. خب دیگه اینا برمیگرده به کارهای خودتون. امیدوارم که از این دوره استفاده برده باشید، کم و کاستی ها رو برمون ببخشید و اگر سوال یا پرسشی هم توی این دوره داشتید حتما در کامنت ها مطرح بکنید، همکاران ما یا خود من میام و سعی مشکل شما رو حل بکنیم. امیدوارم که از ما راضی بوده باشید. شما رو خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.